جانو حدیث حسنت در داستان نگنجد، لمزی ز راز عشقت در صد زبان نگنجد. رمزی ز راز عشقت در صد زبان نگنجد. زلف و خالت در هر خیال ناید، سودای زلف و خالت در هر خیال ناید، اندیشه وصالت جز در گمان نگنجد. اندیشه وصالت جز در گمان نگنجد. بسم الله الرحمن الرحیم. اما اسم عشر که همینطور که در بیانش گفته میشه 12 نفر، هر 12 نفر مثل هم مانند کلهم نور واحد، ولی بعضی از یعنی هر کدوم از این ائمه بزرگوار رو خداوند در روزگاری مأموریت بهشون داده است که به تناسب زمان باشه. بعد از دوران وقایع فاجعه که به وجود آوردن بنی امیه در کربلا و تشت رشواییشون افتاد به غلط بام و مسلمین تمام اونهایی که خبر داشتند از این جریان و بالاخره خبر شدند، متوجه شدند که اون چه بنی امیه می کنند اسلام نیست. بنابراین حکومت بنی امیه بعد از وقایع کربلا خیلی شل و آب بول
بی اثر و بی قدرت بودند. بعد از وقایع کربلا هم خوب در گوشه و کنار همه جا عصیان هایی به قول اونها عصیان و انقلاباتی پیدا شد، همه در واقع هم خونخواهی شهدای کربلا هدفشون بود و هم خوب تمام وقایعی که در زمان بنی امیه می دیدن فجایعش رو فهمیدن درک کردن. در همه جا یه انقلاباتی بود، یه مقابله های بین مردم و مأمورین حکومتی بیمه. در این فاصله که زمان امامت حضرت باقر و تا مدتی زمان حضرت صادق بود، ائمه و شیعیان یه مجال و فرصت بیشتری پیدا کردند که بتوانند یک بعضی از مسائلی که گفته شده بود به ذهن مردم برسونند. و از طرف مردم هم مجال پیدا کردند و سوالات رو که داشتن از ائمه علیه السلام میپرسیدن و مجال شرفیابی هم داشتن. در واقع این دوتا دوران، دوران حضرت باقر و صادق، شبیه به هم بود و یک دوران تلقی میشد از لحاظ ثواب. به این جهت هم در اصطلاح فقه ها هم میگویند باقرین، یعنی حضرت باقر و حضرت صادق. بعضی هم میگویند صادقین، یعنی حضرت صادق و حضرت باقر. هر دو این دوتا امام برای به این جهت این دوران دورانی بود که تا حدی شروع به آزادی ها شده بود. از همین جهت هم یعنی از تمام جهات تولد حضرت باقر که امروز یا فردا در نظر مردم اهمیت، در نظر شیعیان در واقع اهمیت فوق‌العاده‌ای داشت. حضرت صادق تعلیمات فراوانی بوده است و همچنین بیاناتی که در ضمن رویه زندگی بود مسائل عرفانی رو مطرح میکردن که ما کتاب منتسب به حضرت منتسب میگیم برای اینکه بعضی ها ایراد میگیرن، حالا ممکن میگوین مال اون حضرت نیست این کتاب، حالا باشه یا نباشه فرمایشات حضرت همون چیزهاییش که در اینجا نباشه. در اینجا از مسائل عرفانی و مسائل شرعی همه جا چیز بیان کردم که ما یک دوره در اینجا خوندیم. به این جهت در دوران حضرت صادق در یک روایتی من دیدم که به کسی به حضرت صادق عرض کرد
یا امیر المؤمنین. واقعا هم این صفتی بود که به جا بود، درست بود، ایشون امیر همه بودن. ولی مدالک فرمودن در مورد ما این صفت، این عبارت رو به کار نبرید. این عبارت مختص جد ما علی ابن ابی طالبه. ولی همین حضرت صادق علیه السلام با این فرمایش چنان در اواخر زندگی در محیط اختلاق قرار گرفتند که مثلا پیش منصور رفتند میگفته او رو به امیر المؤمنین خطاب میکردند. خب قطعا او هم امیر مؤمنین، ولی مؤمنین به جبت و طاغوت بوده، مؤمنین به کفری که خودش داشت. به هر جهت این روزها برای ما به مناسبت تولد حضرت باقر علیه السلام روز شادی و روز جشن تلقی میشه انشاءالله. درد دل آمد که درمانت منم، سوز جان آمد که جانانت منم. چشم مست آمیم که دینت می برایم، کفر زلف آمد که ایمانت منم. شد پریشان زلف او بر روی او، شد پریشان زلف او بر روی او، گفت مجموع پریشانت منم. پادشاهی با گدای خیش گفت، پادشاهی با گدای خیش گفت، نقد گنج کنج ویرانت منم. نقد گنج کنج ویرانت منم. مطرب عشاق میگوید بساز، مطرب عشاق میگوید بساز، بلبل مست گلستانت منم. ساقی سرمست یا جام می به دست آمده، یعنی که مهمانت منم. ساقی سرمست یا جام می به دست آمده، یعنی که مهمانت منم. گفتم ایش سید غلام عشق توست، گفتم ایش سید غلام عشق توست، گفت هستی بنده سلطانت منم، گفت هستی بنده سلطانت منم. گفتمش سید غلام عشق توست، گفت هستی بنده سلطانت منم. بسم الله الرحمن الرحیم. ای دوست محبوب من، خدا
کس به تماشایی. رفتن به صحرایی ما را که تو منظوری، خاطر نرود جایی دوست، با چشم نمی بیند یارا، نمی داند هر کو به وجود تو دارد ز تو پروایی. دیوانه عشقت را جایی نظر افتاده است، کنجا نتواند رفت اندیشه دانایی. امید تو بیرون برد از دل همه امیدی، سودای تو خالی کرد از سر همه سودای دو. زیبا ننماید سر اندر نظر اغلبش، آن کش نظری باشد با قامت زیبایی، گویند رقیبانم در عشق چه سرداری، گویم که سری دارم در باخته در پایی. زنهار نمیخواهم که از کشتنم آنم ده، تا سیر ترت بینم یک لحظه مدارایی. در پارس کتاب دست از ولوله آسودم است، بیم از که برخیزد از حسن تو قوغایی. من دست نخواهم برد الا به سر زلفت، گر دست رسی باشد یک روز به یک متمنایی. گویم تمنایی از دوست بکن سعدی، جز دوست نخواهم کرد از دوست تمنایی. آهی که عاشقانت
از حلق جان برارند ای دوست، هم در زمان نیاید هم در مکان نگنجد، هم در زمان نیاید هم در مکان نگنجد. اونجا که عاشقانت یک دم حضور یابند، اونجا که عاشقانت یک دم حضور یابند، دل در حساب ناید جان در میان نگنجد، اندر ضمیر دلها گنجی نهان نهادی، از دل اگر باید در آسمان نگنجد، از دل اگر براید در آسمان نگنجد. عطار و عشقت، عطار و عشقت چون در عبارت آرد، زیرا که وصف عشقت، زیرا که وصف عشقت اندر بیان نگنجد. Oh, oh, oh.